سعید دهقان، وکیل دادگستری و عضو اتحادیه بین المللی وکلا که از تورنتو با ما همراه شدن. آقای دهقان خیلی خوش اومدین. همونطور که در خبرها هم داشتیم، ده ها کنشگر و حقوقدان در نامه‌ای به دبیر کل سازمان ملل خواستار اقدام فوری جامعه جهانی برای توقف ماشین سرکوب جمهوری اسلامی شدن. خب جامعه جهانی به نظر شما چه راهکاری رو در پیش روی خودش داره برای این کار؟ ببینید، ما در واقع منم به عنوان یکی از امضا کنندگان این نامه به آقای گوترش، در واقع در ادامه همون مسیری که پیشتر اعلام کردیم، در واقع تعلیق روابط دیپلماتیک، تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از جمله مواردی بود که ما در روزهای آغازین وضعیت انقلابی اعلام کرده بودیم. این در واقع درخواست اخیر فعالان حقوق بشر، وکلا و فعالان مدنی سیاسی هم در ادامه همون مسیر هست و فکر میکنم وقتی یک وضعیت گسترده‌ای از جنایت در یک کشوری رخ میده، نمیتونه واکنش‌های معمول دیپلماتیک باشه و ادبیات کلی و عام باشه، مثل اینکه متاسفیم، نگرانی، محکوم میکنیم. از این حد باید فراتر بره، برای اینکه هر واکنشی متناسب با نوع کنش هست. وقتی جنایت گسترده است در جغرافیای یک کشور از سوی یک نظام دیکتاتوری، طبیعتاً اولین اقدامی که میتونه انجام بشه علاوه بر واکنش سریع دبیر کل سازمان ملل، تعلیق روابط دیپلماتیک حداقل کشورهایی که با تشکیل نشست اضطراری شورای حقوق بشر سازمان ملل موافقت کردند و این جلسه برگزار شد، و یا اون 25 کشوری که تشکیل کمیته حقیقت‌یاب رو رأی موافق دادن، میتونن شروع کنند یک اقدام انسانی باشن. و تعلیق روابط دیپلماتیک بسیار بسیار موثره و برای منزوی تر کردن یک نظام توتالیتر مثل جمهوری اسلامی. و ضمن اینکه افکار عمومی جامعه جهانی، دولت‌های دموکراتیک، شخصیت‌های آزادی‌خواه، شخصیت‌های تاثیرگذار، کسانی که به انسان دوستی شهره هستند، اگر واکنش متناسب نسبت به حجم عظیمی از این جنایت‌ها نشون بدن، طبیعتاً ماشین اعدام و سرکوب جمهوری اسلامی میتونه متوقف بشه یا سرعتش از این سرعت بالایی که داره کمتر بشه. یادمون باشه که بسیاری از این معترضان در همون قوانین نیمبند جمهوری اسلامی دارن حق قانونی و اولیه خودشون رو استیفا میکنن، اما با وجود اینکه مخالف نظام سیاسی جمهوری اسلامی هستن و خیلی شفاف میگن که ما شما رو نمیخوایم، اما به جای اینکه اینها به عنوان انگیزه های شرافتمندانه، به عنوان متهمان سیاسی حداقل در دادگاه جرم سیاسی پروندهشون رسیدگی بشه، در صورتی که بر فرض محال متهم محسوب بشن که ما قبول نداریم، اونها در محاکم انقلاب در واقع پروندهشون رسیدگی میشه به شکل امنیتی با در واقع منویات مقامات امنیتی. خب ما میدونیم محاکم انقلاب کاملا غیرقانونی هست، در حالی که عملا 40 و چند ساله که حاکمه و اون کسانی هم که اونجا دارن تصمیم میگیرن به هیچ وجه قاضی به معنای علمی و کلاسیک نیستن، ماموران امضای تصمیمات و منویات مقامات امنیتی هستن و دادرسی هم به هیچ وجه عادلانه نیست، بدون حضور وکیل غیر علنی و حضور در واقع سنگین ماموران امنیتی داره انجام میشه. خب مشخصه که در واقع قوه قضاییه به عنوان بخشی از ابزار سرکوب داره کار میکنه. خب در چنین شرایطی وقتی ما میبینیم که دادخواهی به یه پیکر مرده در جمهوری اسلامی رسیده، هیچ راهی نداریم به جز اینکه از جامعه جهانی، دولت‌های توسعه یافته و مدعی حقوق بشر و البته از ارکان سازمان ملل بعد از اینکه خب کمیته حقیقت‌یاب مستقل شکل گرفته، اقدامات موثرتری حداقل از این دولت‌هایی که رأی موافق دادن و قبول دارن که جنایت گسترده است، طبیعتاً باید واکنش‌های متناسب هم ببینیم و سطح واکنش‌ها باید از سطح کلیات و حرف‌های کلی و دیپلماتیک به شکل زیبا خارج بشه و متناسب با سطح جنایت در جمهوری اسلامی باشه.